گذشته 600 برق رایدهی در نظر گرفته شده و در صورت نیاز تمدید می شود. کمیسیون انتخابات پیش بینی کرده که در انتخابات امسال نزدیک به 11 میلیون نفر شرکت خواهند کرد. این بار ما اوراق رایدهی را بسیار سخاوتمندانه نمی فرستیم که باز دوباره پس بگونه به ما برسه که غیر واقعی باشه. اوراق رکال ما روان میکنیم بسته‌بندیه که در اینجا صورت میگیرد. مشخص است که به کدام محل، مرکز نه، به کدام محل چقدر ورق میاد و دوباره اوراقی که به ما میرسه باید از همون محل باشه. در غیر از او ما اشتباهی را که سال گذشته صورت گرفته نمیخواییم تکرار شده. برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه 23 روز دیگر باقی مانده است. کمیسیون انتخابات میگوید از 31 ولایت تمامی مواد مورد نیاز انتخابات بسته‌بندی شده، مواد انتخاباتی 14 ولایت بدون کدام اخلال انتقال یافته، از 17 ولایت دیگر منتظر انتقال است. شماری از نمایندگان شورای ولایتی ولایت غزنی کمیسیون مستقل انتخابات را متهم به بستن مراکز رایدهی در مناطق امن این ولایت می کنند. آنان می گویند که اوضاع امنیتی در 5 ولسوالی این ولایت کاملا امن بوده و هیچ دلیلی بر بسته شدن مراکز رایدهی در این مناطق وجود ندارد. اما مسئولان این کمیسیون در غزنی می گویند دلیل عمده بسته کردن حوزه های رایدهی در برخی از مناطق شرکت نکردن مردم در انتخابات ریاست جمهوری بوده است. بعد از اعلام مسدود شدن بیش از 100 مرکز رایدهی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات به دلیل ناامنی در ولایت غزنی، این مسئله واکنش‌های را نیز در پی داشته است. در تازه ترین واکنش ها شماری از نمایندگان مردم در شورای ولایتی این ولایت از مسدود شدن این مراکز ابراز نگرانی کردند. آنان میگویند بیشتر مراکزی که به دلیل ناامنی ها مسدود شده است در ولسوالی های امن قرار دارد. این نمایندگان میگویند که تنها در ولسوالی جاغوری این ولایت 68 مرکز مسدود شده است. بر اساس آمار منتشر شده از سوی این کمیسیون بیشتر از 40,000 واجدین نمی توانند رای بدهند. در ساحاتی که انتخابات امکان داره 100%، 95% خب بیخیست گرانتی شدگی که اونجا انتخابات امکانش هست که برگزار شود، اون محلات چرا کم کردن؟ هیچ جفاز به حق ملت که میخواه ملت از حق رای محروم سازه. یه مقصر کمیسیون انتخابات هست، چرا جایی که امن است باید مثلا در اون فرمول سابق خود که اونا تنظیم شده بود باید واقع میمود، جاهایی که هم نبود باید سروی میشود دوباره. این نمایندگان میگویند به دلیل صعب العبور بودن بیشتر مناطق در این ولسوالی ها امید میرفت که شمار مراکز رایدهی افزایش یابد، اما برعکس نه تنها افزایش نیافت بلکه مراکز موجود هم مسدود شد. ما روی ما ایستم که کمیسیون محترم انتخابات در ساعت که مثلا محل انتخابات باید زیاد کنه، نیه که مگر کم میکنه خب باز مردم بسته نمیتونه نرسیدن برای شیمی سن رئیس سفید پس میاد این پس آمد یه رو کمیسیون محترم انتخابات در بطلان قرار میده. دلیل بسته شدن این مراکز از سوی مسئولان ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات استفاده نشدن شماری از مراکز در انتخابات ریاست جمهوری اعلام شده است. این در حالی است که برگزاری انتخابات‌های گذشته در این ولایت با بگو مگوهای زیادی مواجه بوده است. بر اساس معلومات کمیسیون انتخابات بیشترین تخلف‌ها در انتخابات ریاست جمهوری مربوط به ولایت غزنی بوده است. کماندان نیروهای آمریکایی و ناتو یک بار دیگر حمایت خود را از مذاکره دولت با طالبان اعلام کرد. او گفت ایالات متحده آمریکا در برخی از قضیه‌های منفرد برای ترویج گفت و شنود با شورشیان کمک کرده است. جنرال دیوید پتریوس روز چهارشنبه در یک مصاحبه با چینل خبری فاکس گفت حکومت افغانستان تلاش‌ها برای آغاز گفتگو با رهبران طالبان را رهبری می‌کند. این گفتگوها در حالی است که با گفته وی ایالات متحده این پروسه را از نزدیک دنبال می کند. جنرال پتریوس گفته است که ایالات متحده بیشتر در بخش معلومات همکاری می کند و در یک دو مورد در این زمینه کمک کرده، اما پتریوس هر گونه دخالت امریکا در مذاکرات را رد می کند. جنرال دیوید پتریوس گفته است جنگ افغانستان نیز باید مانند سایر شورش ها در جاهای دیگر به شمول عراق بر اساس مذاکرات پایان یابد. مقام های ارشد ایالات متحده مکررن گفتند تلاش برای مذاکره روی یک معامله با سران شورشیان تنها در صورت موفق شده می تواند
که طالبان حس داشتن دست بالا در میدان جنگ را از دست بدهند. جنرال پیتریوس از تفاوت میان تلاش ها برای گفتگو با سران طالبان و تشویق افراد مسلح این گروه که صلاحشان را به زمین بگذارند و یا هم ادغام آنها به زندگی عادی صحبت کرده است. وی گفته است ترغیب شورشیان مسلح به برگشت به محلاتشان واقعی بوده و این پروسه جریان دارد. جنرال پیتریوس در ماه جون زمانی به حیث قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان تعیین شد که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا جنرال استنلی مک‌کریستال را به خاطر مصاحبه‌اش با یک مجله که در آن به مقامات آمریکایی توهین کرده بود برکنار کرد. حال توجه کنید به گزارشی از میزان تبادله ارزهای خارجی در برابر پول افغانی و وضعیت هوای پایتخت و چند شهر مهم دیگر. یک دلار آمریکایی خرید 45 افغانی و 70 پول، فروش 45 افغانی و 80. یک یورو خرید 58 افغانی، فروش 58 افغانی و 10 پول. یک پوند انگلیسی خرید 70 افغانی و 80 پول، فروش 70 افغانی و 90 پول. یک درهم امارات خرید 12 افغانی و 50 پول، فروش 12 افغانی و 60 پول. یک ریال سعودی خرید 12 افغانی و 20 پول، فروش 12 افغانی و 30 پول. هزار تومان ایرانی خرید 42 افغانی و 70 پول، فروش 42 افغانی و 80 پول. هزار روپیه هندی خرید 1020 افغانی، فروش 1030 افغانی. و هزار روپیه پاکستانی خرید 539 افغانی، فروش 540 افغانی.